سبحانك يا من لا شريك له سبحان سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا شريك له سبحانك يا من لا شريك له الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین با عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزان و بینندگان محترم ما در جلسه گذشته آخرین قسم از مشتقات یعنی اسم آلت که در این کتاب به عنوان آخرین قسم مشتقات ذکر شده رو خدمت عزیزان عرض کردیم گفتیم که اسم آلت یه اسمی است و یه کلمه است که دلالت میکنه بر یه چیزی که ابزار انظام فعله یعنی چه بهش میگن اسم آلت یعنی اسم وسیله و اسم ابزار انظام فعل بر این دلالت میکنه از فعل های سلاسی ساخته میشه از غیر سلاسی مزرد به صورت قیاسی ساخته نمیشه اون چیزی که قیاس و قانون از ثلاثه مزرد ساخته میشه و وزنش هم یکی از این سه وزن مفعل و مفعلت و مفعاله ارز کردیم که بعضی وقتا شاید یه فعلی دو تا اسمالت داشته باشه یعنی دو تا از این وزنها اسمالتش بر, یه بر دو تا از این وزنها بیاد بعضی ها سه تا بعضی ها یکی از اینها در هر حال زائزه که ما بسازیم و از اینها به عنوان اسمالت استفاده کنیم مطلب بعدی این رو عرض کردیم که اسم آلت که برای یکی از این سه وزن میاد بعضی وقتا ما میبینیم اسم آلت از یه فعلی ساخته شده بر وزن مفعول یا مفعولت اینها قیاسی نیست اینها چمه فلزاتون که چمه برشون قیاس نمیشه قیاس و قانون همین سه وزنه مطلب آخر این بود که عرض کردیم بعضی وقتها یه اسمهایی به صورت خودزوش به صورت یه اسم زامده خود معناش دل... یعنی یه جوریه که دلالت بر ابزار انظام فعل و آلت وقوع فعل دلالت میکنه اینها به عنوان اسم آلت محسوب نمیشن اسم آلت در اصطلاح و در علم صرف به همین اه... چیزهایی گفته میشه و به همین وزنهایی گفته میشه که از فعل ساخته بشه بر یه چی از این سه وزن این در مورد اسم آلت اما در خاتمه بحث مشتقات و در پایان بحث مشتقات بحث صفت و موصوف رو مطرح کرده یعنی ما زامد و مشتق چه داشتیم تا به حال اینا رو تقسیم میکنه به صفت و موصوف موصوف رو گفتیم هر کلمه‌ای که دلالت میکنه بر ذات تنها مثل زید دلالت بر ذات تنها میکنه یا مثل کتاب دلالت میکنه بر یه ذات فقط یا دلالت بر یه حدث تنها مثل عقل خوردن اینها اسم موصوف بهشون اطلاق میشه اما صفت دلالت میکنه بر چیزی که متصف شده به یه حدثی و یه صفتی یعنی در واقع معنای صفت و کلماتی که صفته معناشون مرکب از یه چیزی هستن چیزی است که متصف به یه صفتی هم شده مثلا وقتی میگیم زارب چه خودش صفته زارب میگیم یه شخصی و یه ذاتی چه متصف به صفت زدن شده یا مذروب میگیم یه ذاتی که متصف به صفت زده شدن شده بس میبینید در اینجا تقریبا معنای صفت مرکبه یعنی مرکب از یه چیزی که یه صفتی هم چنارش هست پس موصوف یا ذات تنها یا حدث تنها رو بهش میگن موصوف اما صفت به چیزی میگن که متصف شده به یه معنای وصفی زمامت غالبا موصوفند و مشتقات غالبا صفتند البته ما چه گفتیم غالبا یعنی به این معنا که بعضی از زوامد رو داریم که حقش این بوده که موصوف باشه اما به خاطر دلیلی این معنای وصفی به خودش گرفته و مثل صفت شده فلزا حکم صفت رو داره مثل اسمهای منصوب ایرانی مثل اسم های مسقر چون که معنای وصفی دارند اینها حکم صفت رو دارند یا مثل اون اسمهای های زامدی که به خاطر مبالغه استعمال میشه یا در مقام تشبیه استعمال میشه مثلا میگیم زید شیره درسته شیر اسد اسم زامده اما اینجا صفته چرا؟ چون که از شیر معنای واقعی شیر که حیوان درنده در است او اراده نشده بلکه به معنای شجاع استعمال میشه که اینها زوامدی هستن که ملحق شدن به مشتقات و صفت شدن و همینطور مشتقات صفت هست. اسم فایل صفت اسم مفعول صفت سیغه مبالغه صفت اینا صفت مگر اون مشتقاتی که ملحق شده به زوامد مثلا ملحق شده به زوامد به این معنا که الان اسم شده دیگه اون معنای وصفی خودش رو از دست داده یا علم شده حالا یا اسم جنس شده که حالا علم نشده شما فرض کنید مثلا اسم یه شخصی رو میگذاریم ناصر دیگه الان وقتی میگیم ناصر اومد دیگه منظور ما این نیست که یاری کننده اومد یعنی شخصی که یاری کرده اومد منظور اون شخصه فقط دلالت بر ذات میکنه فلزا ناصر در اینجا درسته به نسبت به اصل وضعش مشتقه اما چون که اسم شده ملحق شده به زامد فلزا این به عنوان موصوف استفاده میشه و مطلب پایانی که دیروز توضیح دادیم اینه که صفت و موصوف در صرف یه اصطلاحی است فرق میکنه با صفت و موصوف در علم نحو یعنی این دو تا اصطلاح در دو تا علم به کار برده میشه اما دوتا اصطلاح موافق نیستند بلکه مغایر هم هستند صفت و موصوف در صرف به خود کلمه نگاه میشه نگاه میکنیم خود کلمه اگه همین معیار رو چه گفتیم دلالت بر ذات تنها یا حدث تنها بکنه صفت موصوفه اگه دلالت بر یه چیزی که متصف به صفتی شده در واقع تقریبا مرکبه اون وقت میشه من صفت دیگه ارتباط دو تا کلمه رو مقایسه نمی کنیم بگیم این کلمه با این کلمه صفت یا موصوفه اما در علم نحو اینجوری نیست در علم نف در واقع صفت یا موصوف یا نعت منعود که ازش یاد میشه در واقع بیانگر یه رابطه یه ترکیبی بین دو کلمه است امکان نداره در علم نف به یه کلمه بگیم صفت در حالی که چنارش کلمه دیگه نباشه مثلا میگیم زا رجلون عالمون این عالمون الان چون که در چنار رجل واقع شده در این در این شرایط میتونیم بگیم عالم صفته و رجل موصوفه اما در علم صرف اینجوری نیست خود میگید که آقا کریم خود کریم به تنهایی میگیم صفت خود رجل به تنهایی تا رجلون یه مردمت میگیم موصوفه ان شاء رو میخونم و تطبیق میکنیم اشکالی هم اگه باشه ان حل میشه الفصل و سامن فصل هشتم و فصل آخر از مشتقات اسم آلته اسم ابزار اسم وسیله انجام فعل اسم مکان میگفتیم اسم دلالت میکنه بر مکان انجام فعل اسم زمان دلالت میکنه بر زمان انجام فعل اسم آلت دلالت بر ابزار انجام فعل اسم الالت کلمتون تدل علی alat ایزاد الفعل اسم آلت یک کلمه است که دلالت میکنه بر ابزار و وسیله ایجاد فعل مثلا کتب نوشت اگه ما از یکی از این سه وزن از این سه رو بیاریم از کتبه درست کنیم کتبه یکتوبا میگیم مکتب مکتب یعنی وسیله کتابت ابزار نوشتن یا مثلا فرض کنید نسر یاری کرد منسر یعنی ابزار یاری کردن وسیله یاری کردن یا رگا ترقی کرد بالا رفت مرقا یا مرقات به معنای وسیله بالا رفتن مثلا شما فرض کنید آسانسور مرقات وسیله بالا بر اون چیزی که بالا میبره پس اسم العالت تدل کلمتون تدل على آلت ایزاد الفعل اسم آلت یک کلمه است که دلالت میکنه بر ابزار ایزاد و انظام فعل این تعریف اسم آلت اما اصلش از چی ساخته میشه میفرمایند که و یساق و من الفعل سلاسی المجرد ساخته میشه از یه فعل سلاسی مجرد قیاسا اونم این ساختن یه نوع ساختن سماعی نیست بلکه یه ساختن قیاسی و قانونیه علا سلاست اوزانن بر سه وزن یعنی اسم در مجموع سه وزن داره هیه این سه مفعل مفعلتون و مفعالون یکی مفعله یکی مفعلت یکی مفعاله در واقع دو وزنه چون که مفعلت همین مفعله چه یه تا بهش اضافه شده در هر حال مثلا نشر الخشبه خشب به معنای چوب نشره یعنی برید نشر یه شخصی یه فرد مذکر غائب برید الخشبه توب را حالا الان اگه بخوایم اسم حالتش رو درست کنیم و دلالت کنیم به دلالت بکنه اون کلمه بر ابزار بریدن بر وزیگی چی از این سه وزن میاریم میگیم منشر یعنی وسیله برش منشار یا وسیله بریدن منشرت هم همینطور فتح البابه یعنی باز کرد باب یعنی در را در را باز کرد اسم آلتش یعنی وسیله باز کردن اگه بخوایم درست کنیم میشه مفتح یا مفتاح یا مفتحت چه ما همین مفاتیح چه میگن مفاتیح همین زمه مفتاح مفاتیح و زنان زمه این مفاتیح زمه مفتاح یعنی چلیدهای زنان عرضه یعنی بالا رفت عرضه عرجو یعنی بالا رفت اسم آلتش میشه معرض یعنی وسیله بالا رفتن یا معراض باز وسیله بالا رفتن یا معرزت و آخر که از فعلهای دیگه اینجوری ساخته میشه این در واقع و ما وردم نحو منخله اون مطلبی بود که عرض کردم که بعضی وقتا اسم آلت از یه فعلی ساخته میشه منتها بر وضع مفعول یا مفعولت ساخته میشه این میخواد بگه این واقعا کمه برش قیاس نمیشه اون مثال هایی که فقط از عرب فصلی شنیده شده اینها رو ما فقط حق داریم استفاده کنیم اما دیگه اون فعل های دیگری که شنیده نشده ما حق نداریم که بر این وزن ها استعمال کنیم چون که میدونید اون چیزی که ما به عنوان الان قاعده میتونیم بیان کنیم باید این قاعده ما مبتنی باشه بر استعمال غالب عرب و الا استعمال غالب رو ما رها کنیم در دو سه مورد اومده بر وزن مفعول بر او قیاس کنیم این صحیح نخواهد بود و ما ورد من نحو منخلتن و مکحلتن و مدقن قلیلون این ما, ما مبتداست مای موصوله قلیلون خبرشه میفرماید اون چیزی که ورده وارد شده از چی وارد شده از شلام عرب این من رو در اصطلاح بهش میگن من بیانیه اون چیزی که وارد شده اون چیز که گفتیم وارد شده چیه من نحو منخلتن از امثال منخله چه بر وزن مفول است نخاله یعنی وسیله پاک کردن مکهله وسیله سرمه کشیدن مدق دق یعنی در زد کوبید یدق بر وزن مفعول چه اونم ادغام شده شده مدق بر وزن مفعوله اینها که اومده بر وزن مفعول یعنی وسیله زدن وسیله کوبیدن وسیله در زدن این قلیل که بر وزن مفعول اومده اینها خیلی کمه لا یقاس و علیه بر اینها قیاس نمیشه که ما اون کلماتی که بخوایم اسم آلت درست کنیم حالا بگیم که خیلی خوب دیگه بر وزن مفعول هم اومده من اسم آلت این کلمه رو بر وزن مفعول درست میکنم نه اینا که کمه بر همین مورد اکتفا خواهد شد تنبیهون تدل علی بعض الالات اسماء جوام دو دلالت میکنه بر بعضی از ابزار انظام فعل یه اسم هایی که جوامده ما نساختیم از مثلا فعل نساختیم بلکه یه اسم جامدی که ابتداعا از حروف الف با ساخته شده به صورت خودجوش یعنی معنای اصلی خودش اینه که دلالت بر ابزار انظام مثلا یه فعلی میکنه مثل قلم الان قلم میگیم قلم بالاخره وسیله نوشتنه اما این رو از فعل درست نکردیم بر وزن مفعل و مفعلت و مفعال نیست یه اسم زامده اون خودش معناش سوریه که معناش همین ابزار انظام یه فعل قلم بالاخره ابزار نوشتنه یا جرس به معنای زنگ اسباب اعلام اسباب آگاهی دادن به یه چیزه یا سکین ساقو بالاخره اسباب بریدنه سبب بالاخره بریدنه و الاخر اینها دلالت میکنه بر آلت و ابزار فعل بله بر ابزار بریدن بر ابزار نمیدون یعنی دلالت میکنن بر آلت نوشتن یا بر ابزار اعلام کردن اینها دلالت میکنه اما ولا یطلق علی حسم الالت فستلاه هم اطلاق نمیشه علیها بر این اسمهای زوامت اطلاق نمیشه یعنی گفته نمیشه بر این اسم های زوامدی که دلالت گیرم که دلالت میکنه بر ابزار فعل اما گفته نمیشه اطلاق نمیشه اسم آلت در اصطلاح علما در اصطلاح علما به اینها اسم آلت گفته نمیشه عرض کردم اسم آلت به اون اسم هایی که از فعل ساخته شده بر یکی از وزنهای های مفعل و مفعلت و مفعال البته اون وزنهای های بدلی و وزن های چمی چه هست مفعل به اونها هم اسم آلت میگیم چون که بالاخره از فعل ساخته شدن اونهایی که از فعل ساخته شدند اسم حالت میگیم جرت اونها وزنشون وزنهای شازه وزنها وزنهای قلیله که برشون قیاس نمیشه اما به اسم زامدی که از فعل ساخته نشده خودش ابتداعا از حروف الف با ساخته شده و بر آلت دلالت میکنه بر ابزار وقوع فعل دلالت میکنه اصلا به اینها اسم آلت در اصطلاح گفته نمیشه گرت در معنا در واقع اسم ابزار وقوع فعله الفصل و تاسه فصل نهم و خاتمه فی تقسیم الزامده و المشتقه الموصوف و صفه در تقسیم کردن زامد و مشتق به موصوف و صفته در واقع ما در اینجا در پایان این بحث چون که بحث ما در مورد زامد و مشتق بود ما اینها رو تقسیم میکنیم به موصوف و صفت مثلا میگیم مشتقات صفته زوامد موصوفه البته بعضی از مشتقات داریم که ملحق به زامد موصوفه و بعضی از زامد رو داریم که ملحق به مشتقات و صفته اینها رو عنایت بفرمایید الموصوف اول صفت موصوف رو تعریف میکنه مراد ما از صفت و موصوف در صرف چیه الموصوف ما وذ اسما لذات فقط اوحدسن فقط این فقط که اومده برای هم ذات هم برای حدث یعنی موصوف ما هر آن است و هر آن کلمه ای است که وضع شده به صورت اسم یعنی وضع شده در حالی که اسم برای یه ذاتی است یا برای یه حدثی است فقط یعنی یا ذات فقط ذات تنها مثل رجل دلالت بر ذات میکنه دیگه دلالت بر حدث نمیکنه یا دلالت بر حدث تنها میکنه مثل زدن دلالت بر حدث میکنه دیگه حدث متصفه به یه صفت دیگه این دیگه دلالت نمیکنه پس الموصوف ما ماوز عصمن لذات او حدثن فقط موصوف هران آن چیزی است که وضع شده برای ذات یا حدث فقط فقط ذات یا فقط حدث مثل زید دلالت فقط بر ذات میکنه مثل اسد فقط دلالت بر ذات میکنه مثل قتل به معنای کشتن فقط دلالت بر حدث میکنه این موصوفه صفت رو دوستان عزیز دقت بفرماین تو متن یه ذره دقیقه چه مراد معلف محترم واضح بشه و صفتو صفت خیلی خوب موصوف گفتیم یا ذات تنها یا صفت یا حدث تنها صفت صفت ما وز هر آن چیزی است که وضع شده برای اسم برای ذاتن او حدثن یا برای ذات یا برای حدسی لکترانه ما به صفتن یا حدسن به خاطر اینکه این ذات یا حدس ما مکترن شده به یه صفتی مثلا زارب حالا این حدس دوم به معنای یه صفتی پس دقت کنید اول صفت و صفتی ماوز اون چیزی که وز شده اسم برای یا ذات یا تنها یا حدث اما این ذات و حدث تنها نیستند فقط ذات تنها نیست فقط حدث تنها نیست ذات یا حدث لکترانه ما به حدثن به خاطر اینکه این ذات و یا حدث مکترنند به یه صفتی مثلا زارب میگیم وضع شده برای یه ذاتی که متصف شده به یک حدثی به یه صفت زرب مثال ها رو دقت کنید این دو مورد واضح میشه مثل فاضل فاضل یعنی شخصی که فضل داره کسی که کمالات داره این فاضل وضع شده برای ذاتی که متصف و مقترن اکتران چه داره؟ اکتران یعنی متصفه مقترنه به صفت فضل پس ببینید فاضل دلالت بر ذات تنها نمیکنه. فقط بگی آقا فاضل یعنی ذات فاضل دلالت بر وصف تنها چه فضل باشه نمیکنه بلکه دلالت میکنه بر ذاتی چه فضل داره بس ذات مکترن به وصف یا مفزول یا مفزول مفزول به معنای کسی یا ذاتی که دیگران بر او برتری داده شدند برتری یافتند فاضل کسی که خودش فضل داره کسی که برتره اما مفظول کسی که دیگران بر او برتری یافتند بس ببینید مفظول دلالت میکنه بر ذاتی که دیگران بر او برتری یافتند بس ذات تنها نیست ذاتی که متصف به یه صفتی هم هست افضل یعنی ذاتی که فاضل ببینید ذات تنها نیست ذاتی که به یه صفتی مکترنه و مثل الجهاد الاکبر اینو دوستان دقت کنن این جهاد صفت نیست جهاد موصوفه جهاد مصدره جاهد یجاهدو مزاهدتن، زهادن این جهاد مصدره دوم باب مفاعل است جهاد یعنی جنگ کردن یا جهاد به معنای عام تلاش کردن این جهاد دلالت بر حدث تنها میکنه زهاد یعنی تلاش کردن یا زنگ کردن ببینید فقط حدثه حالا بحث ما اکبره ال اکبر یعنی چیزی چه بزرگه اون چیز در این ذات زهاده ال زهاد ال اکبر یعنی زهادی چه بزرگتره این ال اکبر یعنی چیزی چه بزرگه اون چیز چیه حدثه چه زهاده زهاد مستره حدثه اما دلالت بر اون چیز که حدثه تنها نمیکنه اون که بزرگه متصفه به صفتی هم هست پس دوستان دقت کنند مشتق یا صفت که اینجا فرموده صفتیه؟ صفت چیه صفت هر آن چیزی که دلالت میکنه بر ذاتی مثل فاضل چه یه چسی فاضله مثلا یه ذاتی که فضل داره یا حدثی مثل الاکبر چه مال زهاده الاکبر یعنی چیزی اون چیز منظور زهاده که حدثه اما این ذات و حدث تنها نیستند ذات و حدثی که لکتران هما به حدثن یعنی به صفتن اینها مکترن شدند به یه وصفی به یه حدثی پس موصوف یا ذات تنها یا حدث تنها اما صفت چیزی است که وضع شده برای ذات یا حدث به خاطر اینکه اینا مکترن به یه حدثی هستند به یه صفتی هستند در واقع موصوف بسیطه یا ذات یا صفت صفت در واقع مرکبه شبیه همین خیلی خوب چی جامده چه چیزی چه چیزی صفته و چه چیزی موصوفه میفرماید ثم الجوامد موصوفات کلها جوامد موصوفند همه جوامد همه جوامد موصوفند زید موصوف قلم موصوف کتاب موصوف عقل موصوف همه جوامد موصوفند الا ما یلحق منها بالمشتق مگر برخی از زوامد هستند که موصوف نیستند برخی از زوامد هستند که صفتند کدوم زوامد؟ اون زوامدی که ملحق میشه منها از اون زوامد به مشتق ملحق میشه و سیعتی اونا کدوم زوامده که ملحق به مشتق میشن و حکم مشتق رو دارن میگه و سیعتی به زودی میاد اسم منصوب زامده ملحق به مشتقه اسم مسقر زامده ملحق به مشتقه اون اسمهای مثل اسدی که برای مبالغه استفاده میکنه ز... میشه زامده اما ملحق به مشتقه پس ثم الزوامد و کلها کلا همه زوامد موصوفن البته غیر از اون زوامدی که ملحق به مشتقه مثل زید زامد موصوف زعفر زامد موصوف شجر زامده و موصوف و آخر. میفرمایند بعضی از ما گفتیم زوامد موصوفه بعضی از مشتقات هم داریم که موصوفه و یلحق و هنا ملحق میشه به زامد در اینجا یعنی در بحث موصوف بودن ما ترک فیه معنا الوصفیه من المشتقات اون چیزی اون چیزی منظور از مشتقات چه من المشتقات بیان میکنه اون چیزی که ترک شده در او معنای موشت... وصفیت درست اول مشتق بوده اما الان به واسطه ای اسم شدن معنای مشتق در او ترک شده معنای وصفیت در او ترک شده آن چیزی که ترک شده در او معنای وصفیت از مشتقات یعنی از مشتقات اونایی که معنای وصفیشون ترک شده دیگه اونها ملحق به جامد هستن مثل سیاره سیاره درسته در اصل معنای زیاد سیر کننده الان سیاره رو دیگه اسم برای ماشین میذارن اون معنای زیاد سیر کننده هم دیگه لحاظ نمی کند. به معنی اتومبیل و صحیفه صحیفه به معنای زریده یا خود زریده به معنای روزنامه درست الان اول صفت مشبه بوده الان دیگه به معنای روزنامه دیگه اصلا اون معنای وصفیش دیگه لحاظ نمیشه و من ذالکه یعنی از این قسمه از این قسمه یعنی از اون مشتقاتی است که درست اصلش مشتقه اما ملحق به زامده و الان موصوفه مستعمل علما منها اون چیزی که استعمال شده علم منها از اون مشتقات مثل محمد محمدی که الان علم شده برای شخصی درست اصلش مشتقه اما زامده و موصوفه احمد هم همینطور قاسم هم همینطور منصور هم همینطور ول مشتقات و صفاتون مشتقات هم صفاته یعنی همه مشتقات صفتند البته الا ما الهگه بالزامده منها مگر اون مشتقاتی که ملحق میشه به زامد از اون مشتقات ما گفتیم اون مشتقاتی که اسم بشه علم بشه ملحق به و, و بالمشتق هنا سلاست و ملحق میشه به مشتق در اینجا سه نوع زامد یعنی سه نوع زامد داریم که از لحاظ صرفی و از لحاظ صنعت زامده اما ملحق به مشتق میشه و چه مشتق رو داره اولین از اون سه تا زامد المنصوب اسمای منصوب که زامده اما ایران مثل ایرانی چون که معنای وصفی داره منصوب به ایران حکم مشتق رو داره و صفته المصغر مثل روزل درست از لحاظ صرفی جامد مونتا روزل به معنای رجلن صغیر معنای صفت مشبه داره مثل مشتق میشه و حکم مشتق رو داره و صفته سومین ما قصد من هم معنا المشتق ما یعنی اون زامد اون زامد که قصد من معنا المشتق معنای زامد ازش قصد نشده بلکه معنای وصفی و معنای مشتق ازش قصد شده مثل اسد فی قول زیدون اسدون زیدون اسدون یعنی زیدون به معنای شیر واقعی چه نیست یعنی زید شجاع ای شجاعون. دقت کنید اسمهای های زامد رو اگه معنای خودشون رو اراده کنیم وقتی میگید اسد منظورتون همون حیوان مفترسه اون طبیعیه که اونجا اسد زامده و معنای زامد قصد شده اما وقتی میگیم زید شیره دیگه اونجا معنای شیر واقعی قصد نشده اینجا منظور چه میشه صفت و من از این قسمه چه جامد ملحق به مشتقه المصدرو مصدر، مستر البته اند قصد المبالغه نزد هنگام قصد کردن مبالغه وقتی چه ما به خاطر مبالغه به یه کسی مستر رو حمل میکنیم میگیم زیدون عدلون زیدون سقتون اینها زیدون عدلون منظور یعنی عادلون چه زید عدل چه زید نمیشه عدل مستره هیچ وقت مستر به صورت واقعی بر ذات هم نمیشه به خاطر مبالغه منظور عادله. البته در اینجا بحثی است که انشاءالله میخونید تنبیه پایانی میفرمایند که همین تغایر اصطلاحین رو میگه مادزا اهنا من الموصوف و صفه اون چیزی که در اینجا یعنی در علم صرف اومد از موصوف صفت غیر ما یبحث عنه فی علم النحو غیر از اون اصطلاحی است که در علم نحو بحث میشه چرا به خاطر اینکه فئن الوصف والموصوف هناچ به درستی که وصف و موصوف هناچ در اون نحو و یعبر عنهما به نعت و بعضی هم تعبیر میشه از صفت و موصوف در علم نف به نعت و منعوت چه میگن این یبینان این صفت و موصوف در نف یبینان بیان میکنند رابطتا خاصتا بین جزعین من اجزاء کلام بین دو تا دوتا دو تا کلمه از اجزاء کلام رابطه رو بیان میکنه میگه ذا رجلون چریمون. این رابطه خاصی بین دو تا کلمه رو بیان میکنه فلا تو انون و چلمتون وحده به انها موصوف موصوفون او صفتون او فگل و من اوتون او من اوتون معنون نمیشه متصف نمیشه یک کلمه تنها شما بگید آقا در علم ن. بگید آقا زید زید صفت یا موصوف زید صفت نیست موصوف هم نیست زید در زایی موصوف میشه که براش یه صفتی بیاره بیاریم بگیم زیدون الکریم مثلا فلا تو انوان و معنون نمیشه متصف نمیشه یه کلمه وحده ها به تنهایی به این که او صفت یا موصوفه یا نعت یا منعوته اما هنا اما در علم سر این اینجوری نیست علم صرف صفت و موصوف دو تا چیز متحد کنار همه که مصاحب هم هستن نیستند خود کلمه به تنهایی میتونیم بگیم این صفت یا موصوفه اما هنا در علم صرف فلوصفیت و الموصوفیه وصفیت و موصوفیت انوانان للکلمات چلمات دو تا عنوان برای چلمات هستند به نظر الا انفس ها نسبت به خود اون کلمه معقت ان نظر نسبت چلمت الی شیء اخر فل چلام با قطع نظر از نسبت دادن یه چلمه ای به چلمه دیگه در چلام مثلا شما میگید زا از زارب در علم نف به زارب این زا صفت نمیگن اما در علم صرف میگن آقا از زارب صفت یا موصوف میگن سفته. سا رجلون در علم نف نمیگن رجل موصوفه چون که صفت نداره اما در علم صرف میگن موصوف الله تمارین رو هم حل بفرمایید در جلسه بعدی تقسیم دیگر اسم چه اسم تقسیم میشه به مذکر و مؤنث در خدمتتون خواهیم بود همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته